امان الله پیکار، ولسوال مرغاب ولایت غور، از غور از طریق خط سکای با ماست. آقای پیکار، به برنامه خوش آمدین. وضعیت در غور چگونه است؟ در ولسوالی که شما در اوجه ولسوال هستین، مسئولیت دارین، وضعیت سیلاب زدگان در اوجه چگونه است؟ آیا کمک ها رسیده به مردمان که متضرر شدن از سرازیر شدن سیلاب ها یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. طور که شما در جریان هستین، موجی اول ما سه موجی دلخراش مدهوش داشتیم. اولش از دهی ثور 1403 آغاز شده بود و تا روز جمعه گذشته ادامه داشت. بنابراین در موقع اول خسارات قسما کمتر بود، در موج دوم و سوم به حد زیاد و مدهوش بود که خسارات بسیار زیاد و جبران ناپذیر برای مردم وارد کردند. بله، نسبتا کمک های امروز توسط اداره محلی یک دو هلیکوپتر رفتن به محل حادثه و به مردم دیدن کردن. کمک های اولیه‌ای که داشتن توسط والی صاحب غور نهادهای محلی رسیده برای مردم. درست، ولی نگرانی ها هنوز وجود داره که هنوز کمک ها به مردمان که متضرر شدن نرسیده. آقای پیکار، مشکل در کجاست واقعا؟ آیا مقام های محلی کار نمیکنه یا اینکه راه ها مسدود است؟ مشکل اصلی چی است؟ نه، اداره محلی واقعا کار میکنه، در صدد تلاش کار هستن، ولی متاسفانه راه ها مسدوده. به طور کلی راه از مرکز تا 21 قریه، 22 قریه یا روستا بگم، به طور کلی مسدوده که هیچ کس حتی پیاده رفت آمد امکان نداره. به خاطر که دریای مرغاب یک دریای فعلا طوفانی، هیچ امکان رسیدگی به اونا نداره. چنانچه قبلا گفتم که در موج اول ما نسبتا اداره محلی به کمک اداره محلی و فواید عامه تانستیم که قسما راه باز کنیم تا موج دوم آمد. موج دوم و سوم که آمد اینقدر مدهوش بود که اصلا خانه اول اگر در 400 و 500 بود، در 900 رسان به طور کلی تخریب کرد، زیر آوار شد که هیچ آثار از اونها باقی نمانده. اگر شما این گپ بپرسین که مردم چی کار خواهد شد یا چی کار باید بکنن، مردم دیگر در مناطق مرغاب واقعا جایی بود و باش مردم هم نیست، اونجا اینکام هم نداره که کسی گزاره کنه. یک چیز دیگری که فعلا مردم نیاز دارن به لباس خواب، به لباس تن، فعلا به مواد خارقه سخت نیاز دارن که مردم در بخای کوها و کمرها زندگی میکنن، شبها رو اونجا میگذرانن. درست، ولی در آمار هم تغییر آمده آقای پیکار یا نه؟ آمار همان آماری است که مثلا ما در گزارش هم او را جایگزین کرده بودیم، 60 تن در غور و بادغیس، درست؟ بله درسته، این آمار حقیقت داره، ولی آمار باز در آخر تغییر کرد. در اخیر تغییر کرد که امید دیشبی که ما آمدیم از ولسوالی به مرکز چی توسط هلیکوپتر امروز آمدیم، یک طفل 12 ساله از سنگ شد که به خاطر از راه میخواستن خود نجات بدن، به کوها بلندتر، ارتفاعتر، مرتفعتر بروند، متاسفانه که از سنگ افتاده و جان خود و به جانان تسلیم داد. آقای پیکار، شما گفتین سه موج سیلاب را شما تجربه کردید، درست؟ بله. آیا تانستین که در فاصله موج اول، دوم و سوم تلفات را کاهش بده؟ نه خیر، تلفات کاهش نمیافت، به خاطری که همین سه موجی که آمدن اینا پی هم بودن. در موج اول مردم خوبتر بود، متوجه بودن، خسارات هم نسبتا کمتر بود، خسارات انسانی هم نبود، کمتر بود. در موج اخیر خیلی زیاد شد که هیچ قابل کنترل نبود. که من ای تو به شما گفتم میتونم که اگر اداره مرکزی برای مردم مرغاب کمک نکنن، وسایط ماشینری نبرن، اداره محلی غور شاید توان امیر نداشته باشن که اونقدر وسایل. تقریبا ما یک هفته دو هفته کار کردیم تا یک بندر، یک قریه و قریه دیگه، دو تا قریه، سه تا قریه رو وصل کنیم و 21 قریه دیگه وصل نتونستیم که موج سوم آمد. درست، یعنی شما آمادگی مالی و تکنیکی را نداشتین آقای پیکار؟
نه خیر، به خاطری که ما وسایل نداشتیم، باز در اخیر گفتم که از طرف اداره محلی ولی صاحب بنا یک کمک‌های اولیه خوراکی آوردن، ولی متاسفانه به تیارات ایتو انتقال دادن یک لباس شب‌پوش یا یک خیمه ایتو چیزای آورده نمی‌شد. امیدوار هستیم که حکومت محلی و نهادهای کمک رسانی بتونن که مردم مرغوب را کمک کنن و درست بتونن رسیدگی بکنن. ولی فعلا بیشترین نگاه ها و کسانی که متضرر شدن نگاهشان طرف حکومت محلی است. چی برنامه دارین؟ چی میکنین؟ آیا از مرکز درخواست کمک کردین؟ آیا کمک به شما رسیده یا نه؟ وعده کمک داده شده؟ عملیات جستجو ادامه داره؟ تا چه مدت را در بر میگیره تا اینکه وضعیت بهبود پیدا بکنه؟ بله، ما گرچه به اداره مرکزی و اداره محلی تماس گرفتیم و اداره محلی و اداره مرکزی تماس گرفتن، در صدد تپ و تلاش، در صدد کوشش و چی هستن که کمک های برسانن، تا هنوز ما ندیدیم که مثلا چی کمک های روی دست گرفتن و برای مردم مرغوب میتونن برسانن یا نمیتونن برسانن، این تا هنوز صورت نگرفت. تشکر آقای امان الله پیکار، ولسوال مرغوب ولایت فاریاب که از غور ولایت غور که از غور با ما بودن. تشکر آقای پیکار.